سلام، خوش اومدید به پیتوپیا. من مهتا هستم، پزشک و مربی فیتنس. توی این ویدیو میدونم که آخرین ویدیویی که تقریبا براتون گذاشتم در مورد این بود که توی ترم اول دانشگاه چه کاری رو نباید انجام بدیم، و توی این ویدیو میخوام بهتون بگم که تقریبا داریم نزدیک میشیم به فصل امتحاناتتون، و اگه از الان به فکر امتحانا نباشید خیلی خیلی دچار مشکل میشید موقع امتحانات، بهتون فشار میاد و ممکنه که واقعا نمره های خوبی نگیرید اگه رشتهتون سنگینه، و حتی احتمال داره که اون درسو پاس نشید. پس از الان باید به فکرش باشید. من میام یه سری نکاتی که خیلی میتونه بهتون کمک بکنه توی این زمان باقی مونده ای که دارید و بهتون میگم، مطمئنم که به دردتون میخوره. و این اپیزود تقدیم میشه به همه کسایی که یه قدم دارن میان جلوتر. اول از همه اون ویدیویی که براتون گذاشتم اگه ندیدید اینجا براتون میذارم، مجددا برید چک کنید که گفتم توی ترم اول چه کاری رو نباید انجام بدید. حالا بریم سراغ این که برای اصلا تفاوت دانشگاه و مدرسه تو چه چیزاییه، و ممکنه شما یه روش رو توی مدرسه درس میخوندی و جواب میداده ولی لزومن دیگه برای دانشگاه این جواب نیست. به چند دلیل، به خاطر اینکه حجم درساتون خیلی خیلی زیاد شده، معلماتون با هم دیگه فرق میکنه، استاداتون، البته استاداتون با هم دیگه فرق میکنن، و این نکته خیلی اهمیت داره که ممکنه فرجه امتحانی کافی برای هر درسی نداشته باشید، و ممکنه که واقعا شما توی یک روز دو تا امتحان داشته باشید. حتما این براتون پیش میاد. پس باید بدونید که من چجوری میتونم اینا رو مدیریت بکنم. قرار نیست که ما از الان به فکر این باشیم که خب اگه پاس نشدم چی، اگر که یه نوع درسی رو بیافتیم چجوری میتونیم بریم حذفش کنیم، و همه اینا از الان میخوایم به این فکر نکنیم که قرار بیافتیم، و با این چیزایی که بهتون میگم میخوایم بریم جلو. پس تفاوت دانشگاه توی اینه که حجم درساتون خیلی زیاده، درسا سنگین تر هستن، کسی کاری نداره که شما چه درسایی برداشتی، ممکنه فرجه های امتحانیت خیلی کم باشه، ممکنه توی یه روز دوتا امتحان داشته باشی، پس از الان واقعا باید به فکرش باشی. خب حالا چیکار بکنیم؟ ببین، خیلی وقتا کلاسایی که توی دانشگاه برگزار میشه لزوماً چیزی بهتون یاد نمیده، یعنی وقتی میری سر کلاس میشینی با نشستن هیچ فرقی نداره، و اگه نمیرفتی هم باز همونقدر آپتیک داشتی، خیلی خوب درس نمیدن یا هر چیز دیگه. اول از همه این کلاس ها رو شناسایی بکنید، اگر که میبینید حضور غیاب نداره میتونید به جاش برید کتابخونه همون درس رو بخونید اگه واقعا براتون بازدهی نداره، ولی اگه حضور غیاب داره باز سر کلاس میتونید خودتون اون جزوه که معلمتون داده یا جزوه‌های قبلی رو استفاده بکنید، و انگار اون تایمی که به زور قرار بشینید سر جلسه رو به خوندن اختصاص بدید، اینجوری ساعت مطالعه هم دارید. نکته بعدی اینه که الان دیگه یکی دو ماه از دانشگاهتون گذشته، حتما توی محیط دانشگاه با چند نفر دوست شدید، و بهترین کاری که میتونید بکنید اینه که یا از انتشارات اون دانشگاه یا از دوستایی که میبینید مثلا ورودی سال 99 هن یا ورودی مثلا 1400 هستن بپرسید که این درس چجوری بوده، امتحانش سخت بوده، آسون بوده، از چه چیزایی بیشتر سوال میومده، جزوه چیزی هست، نمونه سوال داره یا نه. اینا واقعا مهمه، یعنی این مهمه که شما بدونید این درس چجوری ازش سوال میاد، چون هیچ دیدی واقعا ندارید بهش، این درس چجوری ازش سوال میاد و چقدر در حسب جزوه میشه جواب داد. اینو کاملا اون کسایی که ترمهای گذشته امتحانشو دادن میتونن شما راهنمایی بکنن، به اضافه اینکه اگه استادتون یکی باشه که دقیقاً همون اتفاق میفته برای شما هم. پس اگر درسی بهتون گفتن که این دقیقاً ایشون از جزوهش سوال میده، حتما اولویتتون میشه تهیه کردن یه جزوه، حالا یا لزوما خودتون جزوه بنویسید سر کلاسش، یا اینکه برید از جزوه سالهای قبل استفاده بکنید که حالا اینا همه گروهای تلگرامی دارن، یا یعنی اینکه برید تو انتشارات بهشون بگی که مثلا من جزوه مثلا شیمی ورودیای 400 رو میخوام، بهتون میده، دارن معمولا همه آرشیو جزوه ها رو. پس حتما یه سری به انتشارات بزنید، به اضافه اینکه نمونه سوال ها رو هم همینجوری بپرسید، یا از بچه ها بپرسید که نمونه سوال بهتون بدن، یا اینکه برید از انتشارات و بگید که من این امتحانو دارم، حالا نمونه سوالایی هستش که به من بدید، هست همچین چیزی، اصلا نگرانش نباشید، همه درس هایی که الان شما دارید بقیه چندین ساله که اونا رو یاد دارن پاس میکنن، به هر حال هست، هم نمونه سوالش هست هم جزوه، پنیک نکنید. ولی تا جایی که میتونید کتاب رو هم نگاه بکنید. خب من ترم اول و دوم خیلی توصیه نمیکنم که رو کتاب متمرکز باشید، چون اصلا خیلی جو جدیدیه، شما یه دوره گذر خیلی شوک آوری دارید، و بهتر که خودتون رو متمرکز بکنید فعلا روی اینکه نتیجه خوبی بگیرید، بعد کم کم که دستتون اومد آره حالا میتونید کتاب بخونید. چون معمولا وقتی شما کتاب میخونی از اول تا آخر میخونی وقت نمیکنی، هیچی هم نمیفهمی، آخرش هم میبینی که تو
امتحان اصلا نمیتونی خوب عمل بکنی، به خاطر اینکه متوجه نمیشی کجاهاش مهمه، کجاهاش مهم نیست، کجاهاش سوالیه. پس برای همین باید حتما نمونه سوالا به همراه جزوه رو داشته باشی. چیز دیگه‌ای که میخوام بهتون بگم اینه که حتما همین این روزا هر درسی رو که بهتون میدن، حتی اگه متوجه نشدید سر کلاس، وقتی اومدید خونه یا توی کتابخونه هستید، این نیم ساعت یه نگاهی روش بندازید. یعنی شما یه روتین درس خوندن برای خودتون تعیین بکنید که روزی 1 تا 2 ساعت درس بخونید. درستون هم بشه همون چیزایی که بهتون درس دادن، یه مروری داشته باشید. باور کنید اگه این کار رو انجام بدید، وقتی امتحان دارید فقط قراره یه مرور خیلی کوتاه بکنید، اصلا نگرانی ندارید. ولی وقتی که شما همشو میذارید پی مثلا خوشگذرونی و این چیزا، یه آخر ترم میشه، شما یه عالم امتحان دادید، یه عالم استرس بهتون اضافه میشه و نمیتونید اینا رو مدیریت بکنید. پس حتما حتما همین روزی 1 ساعت، اگه روزی میتونه 20 دقیقه، روزی 2 ساعت، هر چقدر که شد اشکال نداره، ولی صفر نباشه. چیز بعدی که میخوام بهتون بگم اینه که از تایم های مردتون استفاده بکنید توی دانشگاه. مثلا اگه یک گپ بین کلاساتون هست، مثلا ساعت 8 تا 10 کلاس داری، بعدش میشه 1 تا 3، خب اون 2 ساعت رو برو کتابخونه یه چیز بخون. اینجوری نمیشه که همش بری بیرون و مثلا حالا پیش دوستات باشی و در واقع هیچ کاری هم نمیکنی. بس یه برنامه‌ریزی داشته باشی، جزوه با خودت ببر وقتی میدونی اینجوریه، و توی کتابخونه میتونی بخونی و وقتی اومدی خونه دیگه کاری نداری، یعنی خیالت راحته که من این درسمو خوندم. اتفاقا کتابخونه میتونه یه چیز خیلی مثبت برای شما باشه. اگه شما نمیتونید توی خونه درس بخونید یا وقتی میاد توی خونه حوصله‌تون سر میره، میرید بیرون و این چیزا، سعی کنید مثلا اگه کلاستون هر ساعت 2 تموم شه، تا 3:30 بمونید، اون 1 ساعت و نیم درس بخونید، بعد بیاید خونه. اینجوری دیگه خیالتون راحته که درستون خوندید، الانم بیاید خونه دیگه کاری دیگه تون انجام میدید. چیز بعدی که میخوام بهتون بگم، همین الان معمولا تاریخ امتحاناتون مشخصه، بدونید که تایملاین امتحاناتتون چجوریه، کدوم امتحان اوله، کدومشون آخره، برای هر کدوم چقدر زمان دارم، و از الان به فکر برنامه‌ریزیش باشید. کاری که من میکنم اینه که مثلا اگه 2 ماه امتحانی دارم، از الان خوردش میکنم توی این 2 ماه که به فشار نیاد، و معمولا آدم نمیتونه پیش بینی بکنه، ممکنه که 1 ماه دیگه یه اتفاق برای شما پیش بیاد که نتونی بخونی. پس بهتره که یه برنامه‌ریزی داشته باشی که صدمه بهت وارد نشه که وای حالا چی کار بکنم. پس از الان به فکر اینا باش. از الانی که شروع میکنیم، مثلا من اینجوری که من برنامه‌ریزی میکنم، یه 10 روز مثلا بستگی به حجمش داره، 10 روز، 1 هفته، 3 روز قبل از امتحانو میذارم برای مرور کردنم و اونو جز برنامه‌ریزی نمیارم. بعد حالا میام میبینم چند تا فصل هست، چند تا بخش هست، چند تا کتاب هست که من بخونم. توی این 1 ماه و نیم هر روز مثلا 20 صفحهشو میخونم، یه مبحثی رو میخونم، و اینکه هر 4-5 روز هم یه روز میکاپ میذارم. یعنی یه روز ممکنه من نرسم مثلا توی اون 3-4 روز بخونم، اینجا میتونم جبرانش کنم. ولی اگه یه برنامه خیلی سفت و سخت بنویسید، اگه یه روز نتونید یا یه مشکلی براتون پیش بیاد، جبران کردنش خیلی سخت میشه. پس حواستون به این نکته ها باشه. برنامه‌ریزی کردن و تایم تیبل داشتن که خب من قراره که چیکار بکنم، خیلی یه دیده خیلی مستقیمو بهتون نشون میده. و اینکه یهو اینجوری نیست که به خودتون بیاید و امتحاناتتون شروع شده باشه. شما از قبل برنامه‌ریزی کردید برای امتحانتون و آمادگی دارید. چیزی که خیلی در مورد من صدق میکنه اینجوریه که من حالا الان که نه، ولی زمانی که پزشکی عمومی داشتم میخوندم، با اینکه یک عالم امتحان داشتیم، همیشه باشگاه میرفتم، پیج اینستاگرامم داشتم، حالا تو یوتیوب که تازه دارم فعالیت میکنم، ولی این به خاطر این بود که من خرد کرده بودم. یعنی اینجوری نبود که مثلا من یه عالم کار دیگه انجام بدم و 2 ماهی که نزدیک به امتحان، 1 ماهی که نزدیک به امتحان، تمام زندگیمو تعطیل کنم. نه، من حتی شب قبل از امتحان هم باشگاهمو میرفتم، به خاطر اینکه قبلا برنامه‌ریزی کرده بودم براش و میدونستم که خب خوندم مشکل نداره. یعنی اگر که میخواید موفق بشی توی یه رشته‌ای و مخصوصا رشته‌های سنگین و طولانی، باید بتونید مولتی تاسکینگ باشید. باید بتونی ورزشتو بکنی، کتابتو بخونی، برنامه‌ریزی درستو بکنی، دانشگاهتو بری. و جالب اینه که هر چقدر شما مولتی تاسک تر باشید، موفق تر هستید توی هر کدوم از اونا به تنهایی. اگه فقط درس بخونید، ممکنه تو درس خیلی خوب نباشی، ولی وقتی هم درس میخونی، هم ورزش میکنی، هم به تغذیت میرسی، هم کتاب میخونی، توی همه این حیطه ها میتونی یه چیز خوبی داشته باشی و هر کدوم از اینا میتونه روی اون بُعد دیگه هم تاثیر بذاره و اعتماد به نفستون رو میبره بالاتر، برنامه‌ریزیتون رو بالاتر میبره و کلا نتایجی که میگیرید خیلی بهتر میشه. بهتون گفتم که وقتتون رو تلف نکنید و حتما، حتی اگه مثلا با مترو میرید میایید، با اتوبوس میرید میایید، برای اون تایمی هم که میرید و میایید میتونید برنامه‌ریزی بکنید. ماها ممکنه روزی 1 ساعت تو راه باشیم، حتی مثلا با تاکسی یا هر چیزی، اگه جوریه که میتونید یه چیزی بخونید، سرتون درد نمیگیره، تمرکز دارید، خب میتونید یا درسی یا غیر درسی یه کتاب ببرید. اگه نه حالشو ندارید، میتونید پادکست گوش بکنید که خب خیلی میتونه شما اصلا
این حسی که شما مثلا 10 دقیقه وقت داشتی و ازش استفاده کردی اینقدر به شما حس خوبی میده که تا پایان روز همش میخوای یه کار بیشتر استفاده بیشتر از زمانت بکن. پس حواستون به این چیزای کوچولو باشه. تایم نهار نمازتون اگه 5 دقیقه 10 دقیقه غذا میخوری بقیه‌اشو یه کاری بکن. قرار نیست دیگه تو مثلا تو این 4 سالی که قرار بری دانشگاه همش بشین پیش دوستات و بگی و بخندی و این چیزا. خوبه ها، ولی میگم حواست به این باشه که همه چیزو با هم دیگه تعادل پیدا بکنن، اینجوری نباشه که فقط یه چیزی بولتر باشه. حتما نمونه سوالا رو دوباره تاکید میکنم که نمونه سوالا رو بگیرید. بچه‌ها قبل از شما 10 تا نسل قبلی هم همین امتحانو دادن، منبعشون همین بوده، استادشون هم همین بوده، پس همین سوالا میاد. یعنی شما اگه بخونید کاملا میتونید نمره خیلی خوب بگیرید. نیاز نیست یه کتاب انقدی رو همش بخونید که اصلا نفهمید چیه، از کجاش امتحان میاد، آخرش هم میافتید. همون جزوه‌ای که داره تدریس میشه رو داشته باش، سر کلاس یکم فعال باش، ببین چیا رو روش داره تاکید میکنه، همونات میاد تو امتحان به اضافه نمونه سوالا. بعد اگه وقتتون کمه بچه فقط نمونه سوال، فقط تو فقط نمونه سوال بزنید، هرچی بیشتر بزنید نمرتون بالاتر میشه. کاری هم که خیلی میکنید اینه که بهونه نیارید برای درس خوندن که من تمرکز ندارم الان، حالم مثلا خوب نیست، یا مثلا وقت کافی ندارم و اینا. شما میدونید که به هر حال الان که دانشگاه قبول شدید یه امتحان خیلی بزرگتری رو گذروندید، 12 سال هی امتحان دادید و درس خوندید، الان هم میتونید درس بخونید. و اگه تا الان موفق نبودید از الان روندتون رو تغییر بدید، روشایی که استفاده میکردید رو تغییر بدید، منابعی که داشتید رو عوض بکنید. یعنی تمام اینا بستگی به خودتون داره. همه ماها آدمای متوسطی هستیم که با توجه به انتخاب‌هایی که می‌کنیم توی جایگاه‌های حالا بالاتری قرار می‌گیریم یا پایین‌تری قرار می‌گیریم یا همونجا متوسط می‌مونیم. این شما و انتخاب‌های شما هستید که چقدر هوشمندانه انتخاب میکنید، چقدر هوشمندانه رفتار میکنید و چقدر چیز جدید یاد میگیرید، چقدر از تغییرات استقبال میکنید. قرار نیست آدم یه رویه ای رو امتحان کرده میدونه جواب نمیده همونو هی ادامه بده. ما همیشه میتونیم تغییر بکنیم دیگه، این از این. بعد نمیشه یعنی تلاش نکنیم و بگیم که من میخوام رنک اول دانشگاه بشم مثلا. نه نمیشه همچین چیزی. واقعا باید تلاش بکنی، واقعا باید درس بخونی، واقعا باید از تایم استراحتت بزنی. من نمیگم کامل بذارید کنارا، نه میگم باید محدودش بکنید که به همه چی برسی. و اینو بدونید که هر عادت جدیدی که میخواید ایجاد بکنید 21 روز طول میکشه. پس اگه شما تقریبا 3 هفته روی چیزی کار بکنید، این دیگه تبدیل به عادت میشه برای شما و دیگه میتونید ادامش بدید. پس ممکنه اولا براتون سخت باشه، ولی هر چقدر میرید جلوتر براتون راحت‌تر میشه. یه چیز دیگه این که خودتون رو میشناسید. شما قطعاً تا الان میدونید که صبح بهتر درس میخونید، شب بیشتر درس میخونید، اگه بعد از ظهر بخوابید بهتره، بعد از ظهر نخوابید بهتره. مثلا برای من اینجوریه که من اگه صبح درس بخونم برام خیلی بهتره، صبح زودتر بیدار بشم خیلی برام بهتره، به خاطر اینکه وقتی تا مثلا ساعت 12 1 میبینم 2 ساعت درس خوندم، 3 ساعت درس خوندم، انرژی بهتری میگیرم، یکم از استرسم کم میشه که خب تا الان خیلی خوب کار کردی، از اینجا به بعدش هم خوب میکنی. ولی وقتی میمونه برای شب یا فیلم میبینم یا میرم بیرون و بهش نمیرسم. پس شما خودتون رو میشناسید و با توجه به شناختی که از خودتون دارید برای خودتون برنامه‌ریزی بکنید. قرار نیست همه آدما مثل هم دیگه باشن و خودمون قرار نیست گول بزنیم. ما برای بهترین بازده خودمون باید برنامه‌ریزی بکنیم. پس من همیشه برنامه‌ام میذارم برای صبح ها و مثلا بعد از ظهر همیشه بعد از نهارم یه چرت مثلا نیم ساعته، گاهی اوقات تا یک ساعت میزنم، بعدش که بیدار میشم یه قهوه میخورم و دوباره شروع میکنم. یعنی این مدل منه. مثلا ممکنه که صبح دیرتر بیدار بشه از خواب و از عصر شروع کنه به درس خوندن. ممکنه اصلا بگه من در طول روز اگه بخوابم کلافه تر میشم، خسته تر میشم. پس این آدم خودشون میشناسه دیگه. یعنی با توجه به چیز خودتون برنامه‌ریزی بکنید. یکی دیگه این که مکانی که درس میخونید هم باز خیلی مهمه. توی ویدیوهای قبلی هم بهتون گفته بودم جایی که درس میخونید مهمه. یه کسی ممکنه توی اتاق تنها درس بخونه، یه کسی ممکنه با دوستاش توی کتابخونه بتونه بهتر فانکشن داشته باشه. هر جور که خودتون میخواید، هر جوری که خودتون فکر میکنید بازده بیشتری داره اونو انجام بدید. هیچ درست و غلطی وجود نداره. اون راهی که برای شما جواب میده جواب اصلیه. و اینکه شما میتونید با دوستاتون توی کتابخونه درس بخونید که خب خیلی بهتره. موقعی که مثلا استراحتتون هم هست، مثلا بازهای یک ساعت و نیم میتونید درس بخونید، بعدش یه 10 دقیقه برید مثلا بوفه دانشگاه چیزی با هم دیگه بخورید، بعد دوباره برگردید سر درس. یعنی اینم خیلی جواب میده، مخصوصا وقتی با گروه دوستاتون هستید. من سعی کردم چیزایی که به ذهنم میرسید و بهتون بگم، ولی باز اگه الان بخوام دوباره جمع‌بندی داشته باشم، یک حتما برید سراغ جزوه های گروه های قبلی یا جزوه هایی که خودتون نوشتید سر کلاس، دو از بقیه بپرسید امتحان این درس چجوری برگزار میشه، حتی از استاد بپرسید که امتحانتون چجوریه، از چه جاهایی بیشتر سوال میاد، معمولا بهتون یه راهنمایی میکنن، سه برید سراغ نمونه سوال های اون درس، نمونه سوال ها رو به شدت جدی بگیرید، حتی اگه نتونستید جزوه کامل بخونید نمونه سوال ها چیزایی که شما
نجات میده. از الان برای درس خوندنتون برنامه‌ریزی بکنید، وقت بذارید، روتین بسازید و نکته بعدی اینکه وقتتون رو تلف نکنید. سعی کنید که از لحظه لحظه وقتتون بهره ببرید، چون زمان شما واقعا پرارزشه و کارهایی میتونید بکنید توی این زمانی که دارید که اصلا فوق‌العاده است. من همش فکر میکنم که مثلا من خودم از سال مثلا 4-5 پزشکی به فکر این افتادم که مثلا پیج اینستا داشته باشم و این چیزا. دارم فکر میکنم مثلا تو 5 سال چقدر میتونستم کار بیشتری انجام بدم و الان جویم که ای کاش کسی اون موقع بود به من اینا رو میگفت، من میتونستم اینا رو انجام بدم. و الان شما به نظر من خیلی پتانسیل دارید که میتونید روش کار بکنید، قدر خودتون رو بدونید، شما خیلی فرش هستید، خیلی تایم آزاد بیشتری دارید و خودتون رو محدود به یه چیز نکنید. شما میتونید مولتی تاسکینگ داشته باشید و خیلی خوب پیشرفت بکنید. سعی کنید فقط به یه چیزی تمرکز نکنید، همه چیز در کنار هم دیگه، حداقل 3-4 تا رو داشته باشید، یه ورزش داشته باشید، یه سرگرمی داشته باشید، درستون رو داشته باشید، برنامه‌ریزی خودتون رو داشته باشید، تو سوشال مدیا میتونید فعالیت بکنید، همه اینا. مرسی که با من بودید تا اینجا. بازم من بگم که توی این شرایط میدونم که شرایط خیلی خوبی نیست، ولی احساس کردم میتونم اینجوری بهتون کمک بکنم و سوالی که داشتید جواب بدم بهتون. اگه ویدیو رو دوست داشتید میتونید به بقیه هم معرفی بکنید. اگه سوالی داشتید حتما توی کامنت ها بپرسید، من جواب میدم. و اینکه ما تقریبا هر هفته قبلا دو ویدیو داشتیم، من سعی میکنم باز یه هفته اینا داشته باشیم یه دونه ویدیو رو. و اگه موضوعی میخواید در موردش ویدیو داشته باشیم حتما به من بگید. من یکم فعالیتم توی پادکست ها دارم بیشتر میکنم، تقریبا هفته یه دونه دوتا پادکست رو داریم که اسم پادکست من فیتوپیاه، از هر پلتفرمی اگه سرچ بکنید میتونید گوش بکنید. و باز هم مواظب خودتون باشید. این اپیزود دوباره تقدیم میشه به آدمایی که یک قدم از جایی که هستن دارن میان جلوتر. تا ویدیوی بعدی.